حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که به خاطر ناراحتی کلیه در وضعیت وخیم جسمی در زندان اوین به سر میبرد همچنان از مرخصی استعلاجی و رسیدگی پزشکی محروم است. احمد رونقی پدر حسین در گفتگوی تلفنی با پیام یزدیان در مورد وضعیت جسمانی و شرایط نگهداری فرزندش توضیحاتی داده که توجه شما رو به اون جلب میکنم. حسین 13 ماه در انفرادی مونده، دو تا کلیه هاشو، یک کلیه سطحش 80% از دست رفته، کلیه راستش 20% از دست رفته، با توسط به این که کیسه صفحش نید سنگ بسته 17 میلی گرم سنگ داره، سرشو بازویان محترم کوبیدن به دیوار، الانم مشکلات عصبی پیدا کرده و من با هزینه خودمون توانستیم حسین رو ببریم در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران، کلیه‌هاشون عمل کنیم. مزدنم پزشکان گفته بودن که عمل دومش هم در بیمارستان هاشمی نژاد عمل کردن پزشکان. روی کلیه‌ها صورت گرفت عمل دوم یا نه برای کیسه صفرا بود؟ عمل دوم فقط کلیه‌هاش بوده، چون کیسه صفراش میگن که تا کلیه‌هاش بهبود نیابد ما نمیتونیم کیسه صفراش عمل کنیم. من خدمت نرز کنم پزشکان گفته بودن که حسین باید زیر نظر پزشکان در خونه استراحت کنن و واهی پزشکی همچی صادر شده هست. یه نامه هم نوشته بودن به آقای پیرعباسی، البته وشیلش نوشته بود، طبق قانون ایشون باید در خونه استراحت کنه. ما نامه را بردم دادگاه انقلاب، آقای ستاری رئیس دفتر آقای پیرعباسی اجازه ندادن که من نامه را ببرم بدم به آقای پیرعباسی. اینه من خدمت نرز کنم که بازجویان قبلن هم گفتن که چند بار که به حسین اجازه نمیدیم که شما بری خونتون. حتی بازجویان قبلن به خونمون زن زده بودن، تهدید کرده بودن، گفته بودن حسین را ما خواهیم کشت و الان هم در زندان در بدترین شرایط برخورد میکنن با ایشون. گویا دادگاه برای پسرتون قرار وثیقه صادر کرده، آیا تونستید این وثیقه رو تامین بکنید؟ بله، ما الان 330 میلیون تومان هم وثیقه‌مون در اونجا بازداشته. اینا حرفشون اینه که حسین ما آزاد کنیم، حسین از ایران فرار میکنه، بازجویان میگن. از کی فکر میکنید که این واکنش ها شدت پیدا کرده؟ میدونیم که یکی از سناتورهای آمریکایی آقای کرک روز تولد حسین پیام تبریکی رو برای خانواده و حسین فرستاد. آیا در جریان هستید؟ بله، اینه من از مردم شنیدم، مامورینم خیلی حساس شده بودن با این موضوع. ولی من متاسفم برای اینکه اینه من بگم، همون مامورینی که قبلا یک مورد اومده بودن خود بنده را شبانه بدوزن، یک بارم اومده بودن بکشن و موفق نشدن. برای چی شما رو بخوان بکشن؟ دلیلش این بود که من پیگیر کار پسرم بودم و چند تا شکایات بر علیهشون نوشته بودم به مقامات، به خاطر اون منم میخواستم منو بدوزن و بکشن. من حتی در مورد حمله کرده بودم به دادستان منطقه اطلاع دادن. الانم من دانم در خطره، الان امنیت جانی ندارم و خانواده‌ام امنیت جانی نداره.